بچه سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. الان ساعت 5 صبح، 5:20 صبح، و یک کافه بخوریم بعد بهتون میگم وضعیت چه قراره. تو که هفته پیش گفتم خب ویدیو این هفته قراره ولاگ باشه، قراره برم یه شهر دیگه. نمیخوام قضیه رو دراماتیک کنم بگم خطرناک ترین شهر جهان، ولی خب خطرناک جایی که قراره برم و یکی از خطراتش هم حمله موشکی و بعبادیه. بریم ایستگاه قطار بیشتر حرف میزنیم، اینجا جاش نیست. بالاخره تاکسی پیدا شد، 3 دقیقه دیگه میرسه. کم کم بریم پایین بریم چی میشه این سفر. چه برفی شده، چقدرم پر آدم اینجا. وای لیز نخوریم، بریم داخل ببینیم چه خبره. بریم اینجا رو رد کنیم گیت رو باید فیلم بگیرم. اینوز من اینوز پلاتفورم ما کدومه توی اپلیکیشن هم چیزی نمیشه، ولی بریم یه قبل بزنیم. حتی لاتم آماده بشه، من یه چیزی میخواستم بگم در مورد این شهری که میخوام برم. قهوه هم آماده شد، الان میام. این شهری که میخوام برم و این شهری که اینجا میبینی، این بزرگترین شهر روسیه است، بغل مرز. و دلیل خطرناک بودن این سفرم به خاطر همینه، چون تا بلگراد روسیه یه چه حدود 30 دقیقه است فکر کنم با ماشین. پلتفرم 1 بعد می پایین. این پایین می بینم تو 20 دقیقه وقت داریم فعلا. به موقع اومدم. دقیقا که اومدم پایین قطار رسید. دیگه الان نشستم و چقدرم شلوغه. یه کسی مثلا چون اونجا خطرناک و مثلا شرایط زیاد استیبل نیست نمیره اونجا مثلا. ولی نه، مثل این که خیلی هم همه صندلی ها رو خریدن اینجا بقیلی من رو پره به این حالا کی میاد. یعنی بدترین چیزی که میتونه سوز من اتفاق بیفته اینه که بغل دستیم یه بچه باشه و مامانش و بخوان دو نفر رو با هم دیگه بشینن اینجا. ریدم توی این شانس، یعنی واقعا من فکرم حالا مثلا الان دیگه 5 دقیقه دیگه میریم کسی نمیاد، مثلا من خوشحال بودم بعد یه دیدم این مامان و بچه اومدن با هم دیگه. خیلی بده، خدا به خیر کنه تا آخر 5 ساعت باید تحمل کنم. قطار خوبیش اینه که به خاطر نو بودنش یه بوفه داره، مثلا یه واگن بوفه داره که این خودش خوبه نسبت به قطار اودس. اگه بلاگ اودس رو ندیدین لینکش رو میذارم اینجا. اون قطارش افتضاح بود، ببینیم چی داره دیگه. از زمان شروع جنگ تا الان حمل و نقل عمومی رو مجانی که واسه مردم به صورت کمک کنم بهشون. و دیگه الان اصلا معنی نداره تاکسی سفارش بدم. این بغل ایستگاه مترو هستش، من اونجا آره برم اونور. من میرم به سمت ایستگاه مترو و با هم میریم تا مرکز شهر دیگه. اولین کاری که الان میخوام بکنم اینه که برم پیتزا فروشی مورد علاقه‌ام. یعنی یه پیتزا فروشی هستش که اینجا شعبه داره توی کل خارکوف. اول میرم اون پیتزا فروشیه و بعد میرم به سمت خونه ای که اجاره کردم از ایربی‌ام. ولی پیتزا فروشی اولین چیزیه که تو خارکوف میخوام برم، اصلا نرسیده.
من آرزوی این پیتزا رو دارم الان سه چهار سال فکر کنم 2020 2021 من آخرین بار اومدم اینجا توی یه کانال قبلیم ویدیوش هستش، یه کانال داشتم به اسم یو بکس که اون ویدیو اینقدر زرد بودش و محتوای زرد داشت و تام نیل و ایناش هم مزخرف بود، اصلا ویدیو فراموش نشدنیه، ولی ایشالله که دیگه محتوای این کانال زرد نشه. تو اون بره بریم بریم و بریم سوار متروش. نیستش که مثلا هر 4-5 دقیقه یه مترو بیاد، بعد این شهر پر پیرمرد پیرزن و بازنشسته و ایناست. هر وقت شروع میکنم به فیلم برداری یه سری نگاه میاد رو من که نگاه خوبی نیستش. مجانی خیلی خوبه ولی واقعا شروع بودش، یعنی پر آدم بود، اصلا نمیدونستش آدم نفس بکشه، بوی الکل میاد شدید و خیلی هم تاخیر داشتش دیگه. خب الان من یه لاین دیگه باید عوض میکردم، گفتم الان، یعنی زمانی که قبل اینکه میخواستم بیام خارکوف میتونه بودم که اوکی دیگه مترو مجانی میرم برای خودم مترو گردی میکنم، لاین عوض میکنم فلاینا، ولی اینقدر فاصله زمانی اینتروال بین قطارا زیاده که اصلا کلی آدم وقتش رو از دست میده. من دیگه الان نمیرسم که برم اون رستورانی که میخواستم و من دیگه میرم همین جا که یه بوفت دیگه هست که همون پیتزا فروشته دیگه و میرم اونجا پیتزا رو میزنم دیگه، کارش نمیشه کرد. باید نیم ساعت دیگه برم خونه رو تعمیر بگیرم. سه چهار سالی هستش حواس این پیتزا رو کردم و نشد که بیام خارکوف بخورم، ولی خب تا رسیدم دیگه اومدم اینجا و بریم سار بزنیم. اما بسیدم اصلا ویدیو نگرفتم، بذار من اینجا ویدیو بگیرم از این بر به تو نشون بدم پیتزا چجوریه. این پیتزا یه همچین حالتی داره اگه اولاده هست مثل سابق، خیلی خوبه. من برم بزنم برمیگردم میرم بیرون با هم. من رسیدم دیگه خونه، دو سه بار تا حالا آژیر امن هوایی زدم ولی فعلا همه چه اوکیه، خدا به خیر کنه. دوستانم دو مترو بخواب یه استراحت بکنیم و بقیه پیتا بخورم، چون دیگه وقت نشدش پیتا رو بخورم. اونجا باید سریعتر میمدم این بر بند خداسی نیم ساعت جلوی در منتظر بودش و کلید رو میگرفتم. یه ذره استراحت کنم، ویو خیلی خوبی دارم. ببینیم ویو مرکز شهر قشنگ. آره داشتم گفتم ویو فوق العاده. خونم الان یه دور بهتون نشون میدم. طالعت مثل تخت خوابش و ایناست. اینجا هم که کاناپه و تلویزیون و آشپزخونه و جان اشویشه. و در کل خیلی راضیم. خونه اودسا خیلی خوشگل در بودش، ولی خب حالا اینم بد نیستش دیگه. یه استراحت میکنم، وسایل رو بذارم به شارژ، بعدش بریم بیرون، بریم به سمت یا مرکز شهر میریم یا میریم پارک یا
یه پارک خیلی خوشگل اینجا داره. این شهر پر پارکه، پر پارک و پر سدلاشغال، یعنی هر یه قدم ببین الان جلوی چش من نگاه کن، الان 1 2 3 4 5 همینجا فقط تو دید من 5 تا سدلاشغال داره. بعد این شهر خیلی تمیزه، یه دونه آشغال نمیبینی، مثل کیف نیستش اینجا، واقعا فوق‌العاده است. بریم بیرون یه دوری بزنیم تا هوا روشنه، بریم به سمت اگر شهر و پارک، یه پارکی اینجا هستش به نام گورکی پارک، بچه‌ای که خارکوف بودن میدن چیه، خیلی پارک جذابیه و قبلا هم خیلی هر کی می‌خواست دیت کنه یا می‌بردش گورکی پارک یا می‌بردش مرکز شهر. به حال پارک قشنگیه، بریم با هم دیگه ببینیم شهر چه خبره. الان بازم آژیر حمله هوایی زدن، نمیدونم شب مجبور شیم بریم پناهگاه، ولی امیدوارم که اینطوری نشه، بریم دورمون رو راحت بزنیم. قرار نبود هوا اینقدر بد بشه این دو روز، اصلا هوا قرار بود مثبت باشه، مثبت 7-8 درجه باشه، ولی سرد، الان 0 درجه است اینجا و برف هم داره میاد. نمیدونم فردا باز حداقل خوب باشه، آدم بتونه یه ذره پیاده روی کنه. بریم الان یه کافی بزنیم، یه قهوه بزنیم که من خیلی خوابم میاد، ولی بزنیم بیرون و بیایم یه چیزی بخوریم و بتونیم شهر رو بگردیم امروز، چون که دیگه فردا وقت خیلی گرم، برنامه‌ریزی هم فشرده باشه. یه کافی شاپ خوب اینجا میشناسم اگه باز باشه هنوز، میریم اونجا الان یه قهوه میزنیم و بعد میریم به مسیر ادامه میدیم منطقه شهر. انگاری باز هم هستش. چه خیلی هم ارزون هم هستش نسبت به کیف. اینجا الان یه چیز یه لاتر 100 گریب در اومدش، ولی تو کیف مثلا همچی چیز بوده 130 گریبه. حالا بخوریم ببینیم چطوریه. خب قهوه هم زدیم دیگه، الان راحت میتونیم بریم داخل شهر ببینیم چه خبره، ولی خیلی برف داره میاد. بازم خلوت امروز آخر هفته است، مثلا خیر سرت بریزیم بیرون بابا چه وضعشه. آفش هم خوب بود، صد گریب یه ذره گرون بود برای خارکوف، من انتظارش نشتم، ولی اوکی بودش، کیفیت خوبی داشتش. کلیسایی که پشت سر منه، ما اول نمیده چون دانشگاه همون نزدیک اینجا هست، دانشگاه کارازین، اولانو میمدیم اینجا مسخره بازی در میبردیم، خدا ما رو ببخشه، میمدیم صلوات میفرستادیم و الله اگه اینا میگفتیم از داخل بگو یوی 3-4 نفر نرخر با هم دیگه صلوات میفرستادن، واقعا کار زشتی میکردیم. فقر فرنگی تومون بیداد میکرد قشنگ. باز الان خیلی بهترم دیگه، حداقل میرم کلیسا صلوات اینو نمیفرستم. آه چرا هوا تخمیه امروز، هوا خیلی بده امروز، واقعا خراب بود، اصلا برف قرار نبود بیاد. هواشناسی اپل ما رو فکر کنم یه جای خودش حساب کرده، هر چی می‌نویسه مزخرفه. این دانشگاه و استاده هم جانس دانشگاه سابق هم یه سالی که اینجا درسوندم، اینجا دیگه برف نیست، اگه بدونید چه خبر اینجا قرار نبود همچین برفی بیاد، ولی خیلی اصلا شدید، من هم اونقدر آمادگیشو ندارم واقعا برای این برف. من دیگه فکرم از هوا 7-8 درجه از یک کافشون برداشم و اودی و اومدم بیرون، ولی با این حال خیلی هوای مزخرفی امروز. امیدوارم که تو ویدیو معلوم باشه، ولی همینطور میبینی همینجا سفیده پر برف. یه تاکسی سفارش بدم به اعتماد زیاد برم خونه، چه واقعا تو این هوا اصلا پیاده نمیشه رفت. به نظر میرسه که هوا بهتر شده،
حالا بریم بیرون ببینیم واقعا اینطوری هست یا نه. یه سوشی بار هستش اینجا که برگر سوشی میده، میخوایم بریم اونو امتحان کنیم. الان یکی سال پیش من از خارکوف دیدم، شهر کلا خیلی خاموش و اینطوری خلوت و سوت و کور بودش، ولی امسال خدا رو شکر چون حمله روسیه کمتر شده از نظر من به سیستم انرژی اوکراین، به همین دلیل باعث شد که اینا بیشتر از چراغ و اینا استفاده کنن، شهر مثلا روشن کنن و این خیلی خوبه به نظر من. برگره رو گرفتیم، مبوزه دست بشو بشم میگم چون وقتی داره ناچوس با سالمون و میگو سالمون خام خانم چی یه سوس هم اینجا هست، سوس سویا و چدر رو کنم. چیز باحالی خواهد سخاری دورش خیلی باحالی یزدار. این سوشیه دیگه فقط ناچوسش، این چیپس میکسی که چیپس زورتش داره اضافه هست. نه باحالی نزدش یه باره میتونه کندن داره. این میشه حسن ختام، حسن ختام امشب. این پیانو ویشنه که البته همه جای اوکراین هستش، ولی من اینجا رو به اینجا رو به خصوص دوست دارم. آدم های فوق‌العاده خاص و دوست داشتنی آخرین بار اینجا بودم و به این دلیل واسه من اینجا خیلی جای باحال و مهمیه و این هم میخورم به سلامتی اونا دیگه. یه نما بهتون نشون میدم از ورودی خونه، ماشاءالله تونل وحشته. و الان برسیم طبقه دوم، اونجا دیسکوه. هم بهتون نشون میدم منظورم چی. این اگه فیلم ترسناک نیستش پس دیگه چیه؟ این خود کانجورینگ. الان من دیگه مسواک اینا رو بزنم و بگیرم بخواب تا فردا. خیلی هم خستم، هم پنج صبح بیدار شدم. فردا میبینمتون. بله.